اون چه در جامعه ما در گوشه و کنارگاهی اتفاق می افتد، کسانی جمع می شوند تا حرفی بزنند، کسان دیگری به جان اونها می افتند. این در خط درست انقلاب ما قرار نمی گیرد. این منافات با آزادی های اساسی و سیاسی دارد. همه برادران مسلمان، همه خواهران مسلمان، همه مؤمنان به این انقلاب باید بدانند که فضای جامعه اسلامی فضای بازی است، فضایی است که صاحبان اندیشه های مختلف می توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه ای نمی تواند تا به مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است ولا غیر. اینکه کسانی بخواهند به شیوه هایی مترسل بشوند، به کسانی حمله کنند، اونها را مورد آسیب قرار بدهند، یقینا این بر طبق روال و رویه اسلامی نیست. این مقدمات بلبشو و آنارشیسم در اجتماع است و این مقدمات اختناق و استبداد است. اون وقت هر قدرتی این بهانه را میتواند پیدا بکند که کسی را به جرم این که و به بهانه این که نمیتوانه فضای آزاد رو استنشاق کنه، گلویش را بفشارد، او را از میدان آزادی سیاسی براند. همه گروه ها، همه احزاب، همه دستجات، همه افراد، همه چهره ها و شخصیت ها باید بدانند که فقط خود اونها نیستند که حق حیات و حق گفتن و حق اظهار عقیده کردن دارند. این حق متعلق به همه است، متعلق به عموم ملت هست و همه می توانند از اون استفاده کنند. خط امام خط آزادی های اساسی در جامعه است.